تهاجم دانشجویان ایلامی در تهران به دفتر نماینده مجلس ارتجاء و درگیری با ماموران سرکوبگر، اعتراض دانشجویان دانشگاه فنی مهاجر اصفهان، اعتراض‌های کارگری در بهبهان، اردکان و خرمدره، حرکت اعتراضی کشاورزان اصفهان، فشار بر زندانیان سیاسی هوادار مجاهدین و خودکشی یک دختر دانشجوی 19 ساله پس از دستگیری توسط مزدوران انتظامی در اصفهان. جمعی از دانشجویان استان ایلام که در دانشگاه‌های تهران درس می‌خوانند روز شنبه 28 دی ماه به دفتر احمدی عضو مجلس ارتجاع از این استان حمله کردند. ماموران سرکوبگر نیروی انتظامی در وحشت از گسترش این حرکت اعتراضی خود را به محل رسانده و با دانشجویان درگیر شدند. دانشجویان رشته کامپیوتر دانشگاه فنی مهاجر اصفهان روز شنبه 28 دی ماه به وضعیت نابسامان آموزشی اعتراض کردند. این چندمین اعتراض دانشجویان طی هفته اخیر است. کارگران شهرداری بهبهان به اعتصاب خود که حدود 10 روز از شروع شده ادامه دادند. آنها به پرداخت نشدن حقوق عقب افتاده اعتراض کردند. جمعی از کارگران فصلی کارخانه مینو در خرمدره در اعتراض به بدرفتاری گردانندگان کارخانه و نداشتن حق بیمه اعتراض کردند. 200 تن از کارگران معدن چادرملو روز شنبه 28 دی ماه و روز یک شنبه 29 دی ماه در اردکان در اعتراض به اخراج نماینده کارگران تجمع کردند و خواستار بازگشت به کار همکار خود شدند. جمعی از کشاورزان اصفهان روز دوشنبه 30 مهر برای دومین روز طی هفته اخیر در مقابل فرمانداری رژیم در این شهر تجمع کردند و خواستار پرداخت غرامت شدند. کشاورزان خراسان اصفهان روز دوشنبه 30 دی در اعتراض به بلا تکلیفی حق آب کشاورزان در مقابل اداره آب تجمع کردند. جمعی از کشاورزان چقندر قند در اسلام آباد غرب که محصولاتشان تا کنون از طرف کارخانه قند کرمانشاه تحویل گرفته نشده روز شنبه 28 دی ماه در مقابل فرمانداری رژیم در اسلام آباد تجمع اعتراضی برگزار کردند. رانندگان خطوط تاکسیرانی داخل شهری ابهر در اعتراض به پایین بودن نرخ کرایه تاکسی در مقابل سازمان حمل و نقل این شهر تجمع کردند. پشیمان زندان اوین مانع از معالجه زندانی سیاسی علی سلانپور می شوند. زندانی سیاسی علی سلانپور در 28 آذر 89 به اتهام ارتباط و هواداری از مجاهدین خلق ایران دستگیر و تحت شدیدترین شکنجه های روحی و جسمی قرار می گیرد. یک دختر دانشجوی 19 ساله به نام فریبا اسدی از اهالی روستای بورکان اصفهان دست به خودسوزی زد و جان باخت. به گفته افراد نزدیک به این دختر، 3 روز پیش وی در خیابان نظر اصفهان توسط ماموران جنایتکار گشت امنیت ضد اخلاقی بازداشت شد و پس از مراجعه پدرش به پاسگاه آزاد گردید. این دختر بعد از آزاد شدن بر اثر رفتار جنایتکارانه این ماموران دچار افسردگی شده و دست به خودسوزی زد و جان باخت.